هدهد برای شما سخن میگوید. هدهد مجله گویا برای تمامی سنین. سلام و درود بر رهروان اندیشه. در معرفی مشاهیر کانال هدهد امروز به سراغ نویسنده ایرانی صادق چوبک می رویم. او را همراه صادق هدایت و بزرگ علوی پدر داستان نویسی نوین ایرانی می دانند. از آثار مشهور وی می توان از مجموعه داستان انتری که لوتیش مرده بود و رمان‌های سنگ صبور و تنگ سیر نام برد. اکثر داستان‌های وی حکایت تیر روزی مردمی است که اسیر خرافه و نادانی و پایبند به مذهب خیش هستند. چوبک با توجه به خشونت رفتاری که در طبقات فرودست دیده می شد، سراغ شخصیت‌ها و ماجراهایی رفت که هر کدام بخشی از این رفتار را بازتاب می دادند و به شدت به دره تاریکی می بردند. او یک رئالیست تمام عیار بود که با منعکس کردن چرک‌ها و زخم‌های طبقه رها شده فرودست نه در جستجوی درمان آنها بود و نه تلاش داشت پیشوای فکری نسلی شود که تا به این همه زشتی را نداشت. به همین دلیل چهره کریه و ناخوشایندی که از انسان بیچیز، گرسنه و فاقد رویا ارائه می دهد، نه تنها مبنای آرمانگرایانه ندارد، بلکه نوعی رابطه دیالکتیکی است بین جنبه های مختلف خشونت. او در اکثر داستان‌های کوتاهش و رمان سنگ صبور رکود و جمود زیستی را به تصویر کشید که اجازه خلق باورهای بزرگ و فکرهای مترقی را نمی‌دهد. از این منظر طبقه فرودست هر چند به عنوان مظلوم اما به شکل گناهکار ترسیم می‌شود که هرچه بیشتر در گلولای فرو می‌رود. زندگی نامه صادق چوبک در تیر ماه سال 1295 خورشیدی در بوشهر به دنیا آمد. پدرش تاجر بود اما به دنبال شغل پدر نرفت و به کتاب روی آورد. در بوشهر و شیراز درس خواند و دوره کالج امریکایی تهران را هم گذراند. در سال 1316 به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. اولین مجموعه داستانش را با نام خیمه شب‌بازی در سال 1324 منتشر کرد. در این اثر و اثر بعدی به نام چرا دریا طوفانی شد، بیشتر به توصیف مناظر می‌پردازد، ضمن اینکه شخصیت‌های داستان و روابط آنها و روحیات آنها نیز به تصویر کشیده می‌شود. در سال 1328 اثر دیگرش را هم که حاوی 3 داستان و 1 نمایشنامه بود تحت عنوان انتری که لوتیش مرده بود به چاپ سپرد. آثار دیگر وی که برای شهرت فراوان برمغان آورد رمان‌های تنگسیر و سنگ صبور است. تنگسیر به 18 زبان ترجمه شده و امیر نادری فیلمساز معروف ایرانی در سال 1352 بر اساس آن فیلمی به همین نام ساخته است. در سنگ صبور جریان سیال ذهنی روایت و بیان داستان از زبان افراد مختلف به کار گرفته شده است. این اثر بحث‌های زیادی را در محافل ادبی آن زمان برانگیخت. دیگر داستان‌های چوبک عبارتند از چراغ آخر، مجموعه 8 داستان کوتاه، روز اول قبر، مجموعه 10 داستان کوتاه. چوبک به زبان انگلیسی مسلط بود و دستی نیز در ترجمه داشت. وی قصه معروف پینوکیو را با نام آدمک چوبی به فارسی برگرداند. شعر غراب اثر ادگار آلن پو نیز به همت وی ترجمه شد. آخرین اثر وی ترجمه حکایت هندی عاشقانه‌ای به نام مهپاره بود که در زمستان 1370 منتشر گردید. چوبک از اولین کوتاه نویسان قصه فارسی است و پس از محمد علی جمالزاده و صادق هدایت می توان از او به عنوان یکی از پیشروان قصه نویسی جدید ایران نام برد. فرم قصه های جمالزاده بیشتر حکایت گونه و شبیه نویسندگان فرانسوی قرن 19 بود. قصه های صادق هدایت هم فراز و نشیب بسیار داشت. گاهی از نظر فرم کاملا استوار و بر اساس معیارهای قصه نویسی جدید بود و گاهی هم در واقع همان حکایت نویسی بود که با چاشنی طنز همراه می شد.
در این میان البته بوفه کور استثنایی و بیبدیل بود و از جهات مختلفی مورد توجه قرار گرفت. گروهی آن را قصه روانشناختی و نو دانستند و پیشرفتی در فرم قصه نویسی ایران به سوی قصه نویسی غربی محسوب نمودند. صادق چوبک متأثر از همین نظر بود و از همین جا آغاز کرد. وی در قصه هایش ذهن و روان قهرمان هایش را مورد توجه قرار داد و سعی کرد به شخصیت هایش عمق ببخشد. همین تلاش برای عمق بخشیدن به شخصیت ها بر نحوه بیان وی تأثیر گذاشت. در سنگ صبور قصه را از زبان شخصیت های مختلف می خوانیم. نحوه بیانی که در قصه نویسی نوپای ایران کاملا تازگی داشت. وی برای بیان افکار ذهنی هر یک از شخصیت ها ناگزیر بود به زبان هر یک از آنها بنویسد و این خود به تغییر نثر در طول داستان منتهی شد که باز نسبت به دیگران پیشرفتی جدی محسوب می شد. در آثار چوبک هر شخصیت داستان به زبان خودش، زبان متناسب با فرهنگ و خانواده و سن و سالش سخن می گوید. کودک، کودکانه می اندیشد و کودکانه حرف می زند. زن زنانه فکر می کند و زنانه هم حرف می زند و بدین ترتیب هر یک از شخصیت ها به بهترین وجه شکل می گیرند و شخصیت پردازی موفقی ایجاد می شود که در بستر حوادث داستان زیبایی و عمق خوشایندی به داستان می دهد. وی در توصیف واقعیت های زندگی نیز وسواس زیادی داشت و این نیز از ویژگی های آثار وی است. چوبک را به سبب همین دقت نظر در جزئی نگری ها و درون بینی ها رئالیست افراطی و گاهی حتی ناتورالیست خواندند. آثار چوبک از سالها پیش مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفته و در کتاب های مختلفی از جمله قصه نویسی رضا برهانی، نویسندگان پیشرو ایران، محمد علی سپانلو، 100 سال داستان نویسی در ایران، حسن میرعابدینی و نویسندگان پیشگام در قصه نویسی امروز ایران، علی اکبر کسمایی نوشته هایش تحلیل شده اند. چوبک در سال 1355 خود را بازنشسته کرده و راهی انگلستان و سپس آمریکا شد. صادق چوبک در اواخر عمر بینایش را از دست داد و در اوایل تابستان 13 تیر 1377 در برکلی آمریکا درگذشت. بنا به وصیتش یادداشت‌های منتشر نشده اش را سوزاندند. همچنین بنا به درخواست خودش جسدش را نیز سوزانیدند. فضاسازی در آثار چوبک. چوبک در صحنه پردازی و فضاسازی بسیار قدرتمند، عینی و جزئی نگر است. گاهی با نگاه تیزبین خود کوچکترین اجزای صحنه را طوری وصف می کند که قابل درک بوده. تأثیر به خصوصی روی مخاطب می گذارد. گاهی هم با استفاده از تشبیه ها و استعاره ها یک تصویر کلی به مخاطب می دهد که البته مورد دوم کمتر در آثار او به چشم می خورد. بیشک یکی از عناصر برجسته در آثار چوبک فضاسازی است. چوبک بیشتر سعی می کند به مخاطب تصویر بدهد و او را وارد داستان کند تا اینکه تحلیل و برداشت درست یا غلط خود را به مخاطب بقبولاند. می توان گفت در برخی موارد داستان‌های چوبک داستان‌های کاملاً مستند هستند. چوبک با بکار بردن استعاره‌های شخصی تصویرسازی‌های موفقی انجام داده است. خاک تشنه، لب ورچید و عرق‌ها را بلعید. از کتاب تنگسیر. نکته دیگری که شایان ذکر است، علاقه چوبک به روایت داستانهایش در سرما، برف و زمستان است که البته یک توجیه هم همان به کار بردن این فضاسازی در خدمت نمایش فقر است. در داستانهای او فضا و محتوا کاملا همراستا بوده و در یک سو عمل می کنند. اگر بخواهم مصداق بارزی برای نظریه تأثیر واحد ادگار آلن پو در داستان نویسی ایران بیاورم، بیشک به چوبک اشاره خواهم کرد. او برای اولین بار در داستانهای خود فضاهایی را تشریح کرد که پیش از آن کسی اجازه پرداختن به آنها را به خود نمی داد. وقتی چوبک از فلاکت حرف می زند، مخاطب را در عمق درون مایه جای می دهد و این ویژگی مربوط به فضاسازی در داستانهای اوست. درون مایه و شخصیت پردازی در آثار چوبک.
داستان‌های چوبک پایان‌بندی‌های خاص خود را دارند. این پایان‌بندی از پایان‌بندی‌های سنتی پیروی نمی‌کند و داستان چوبک اساساً به دنبال طرح اندیشه و شعار خاصی نمی‌رود. در داستان‌های چوبک جایی برای رحم و شفقت وجود ندارد و هراس، بی‌رحمی و مرگ دارای محوریت هستند. چوبک در انتهای بیشتر داستانهایش به این نتیجه می رسد که کاری با وضع موجود نمی توان کرد و باید با آن ساخت، یعنی به نوعی جبر بر داستانهای او حاکم است. در داستانهای چوبک همیشه یا مرگ هست یا شکست انسانهای محرومی که در داستان هستند. شخصیتهای داستانهای او که بیشترشون از قشر فقیر جامعه هستند، در پایان داستان همیشه به یک پله پایین تر می رسند و نزول می کنند. مثل داستان دزد قالپاق. به نوعی می توان گفت تمام شخصیت‌های داستان‌های چوبک دارای یک نوع قحطی‌اند و از یک سری چیزها دستشان بریده است و این قحطی مالی، جنسی، احساسی مستقیماً بر تمام جوانب زندگیشان سایه انداخته است. مانند کتاب مردی در قفس. شخصیت‌های چوبک همیشه در فضای مسموم زندگی می‌کنند، ولی در این حال جرأت اینکه از آن فضای مسموم دست بردارند را ندارند. یعنی هیچگاه به این مرحله نمی رسند که خود را از منجلابی که در آن گیر افتاده اند برهانند. آدم های جهان چوبک کمتر اهل عمل و حضور فعال هستند. به جز زار محمد در رمان تنگسیر. بیشتر اهل حرفند. آگاه ترینشان پس از آن که پی به ریشه درد می برد، تنها آه می کشد و دشنام می دهد. زنهای چوبک درکی عامیانه از مذهب دارند و از نوع مذهبی های خرافاتی اند و در جای دیگر در داستان زیر چراغ قرمز مخاطب شاهد چرخه ای از زندگی و سرنوشت زنان فاحشه ایست که با وجود مشکل اخلاقی دست از خرافات نمی کشند. البته لازم به ذکر است در داستان‌های او چه زن و چه مرد آدم‌های خوب و مثبت هم پیدا می‌شود. به عنوان مثال می‌توان از داستان چشم شیشه‌ای یاد کرد. از طرف دیگر حضور حیوانات و اشیا در داستان یک نواختی حضور شخصیت‌های انسان را از بین برده و سبب جذابیت و ایجاد تنوع می‌شود. از طرف دیگر واقع‌گرایان ریالیست ها با هدف افزایش باورپذیری داستان و واقع نمایی بیشتر و با رویکردی روانشناسانه حیوانات را به عنوان شخصیت های داستانی به داستانشان راه می دهند. عده‌ای معتقدند چوبک آنجا که دیگر در بیان حالات انسان عاجز بوده مجبور می شده از حیوان استفاده کند. این حرف تا حدودی از نظر من درست است و البته تنها تا حدودی. شاید اگر این جمله را اینگونه بیان کنیم بهتر باشد. آنجا که دیگر در یک خصیصه هیچ انسانی نمیتواند به حد مورد نظر چوبک برسد، او از حیوان استفاده میکند. مثلا میتوانم به کار کرده موش توی کاسه توالت در داستان مردی در قفس اشاره کنم. به هر حال چوبک مثل بیشتر داستان نویسان نوین ایران و حتی بیشتر از همه به زندگی حیوانات پرداخته است. چوبک شخصیت پردازی قدرتمند است که به دقت تمام جزئیات را درباره شخصیت‌هایش بیان می‌کند. دو روایت از روزهای آخر چوبک. روایت اول از سوگنامه منیرو روانی‌پور در مرگ چوبک. در شهر سیاتل آمریکا ماهی غریبی است به نام سالمن که اندک زمانی بعد از تولد به اقیانوس می‌رود تا زندگی کند و چند ماهی پیش از مرگ به زادگاهش برمیگردد. برمیگردد تا همانجا که به دنیا آمده است بمیرد. در بازگشت جریان آب به خلاف حرکت ماهی است. گاهی روزها میگذرد و ماهی 1 میلیمتر هم جلو نمی آید. چه نگاهی دارد این ماهی؟ هر لحظه که پیش می رود، و هنگامی که فشار آب دوباره او را به عقب می راند. نگاه ایرانیان دور از وطن همیشه مرا به یاد این ماهی می اندازد. حالا می توانم بگویم که صادق چوبک در آخرین لحظات زندگی چطور با بهت و حیرت نگاه کرده.
چطور با امواج مخالف دست به گریبان شده و پیش از اینکه خورشید زادگاهش را ببیند از نفس افتاده و نمیدانم در آن لحظه جمله ای را که روزگاری نه چندان پیش از این به من گفت به یاد آورده. در آن لحظات، آن ثانیه های آخر، تو فکر میکنی من اینجا میمیرم؟ اینجا توی غربت؟ ماهی سالمن نمیخواهد در اقیانوس بمیرد. رودخانه خودش را میخواهد. زادگاه خودش را. حالا چوبک هم نیست که میگفت. وقتی به مرگ فکر میکنم خوابم نمیبرد. هر شب منتظرم که صبح شود و خورشید را دوباره ببینم. صدای قدسی را بشنوم. گاهی با خودم حرف میزنم. یعنی من اینجا میمیرم؟ بعد میگوید بتوون هم مرد. شکسپیر هم مرد. اما دلم میخواهد قبل از مرگ یک بار هم که شده توی آن گرما و شرجی بوشهر تکیه بدهم به نخلی و یک کاسه آب خنک بخورم. دختر، هر وقت رفتی ولایت، هر جا نشستی، یاد من بکن. یاد من باش. و بعد از فائز میخواند به خاری میبرندش بر سر گور، اگر شاهی بمیرد از وطن دور. روایت دوم، زندان بد است. برشی از یادداشت‌های صدرالدین الهی از مصاحبتش با چوبک در سال آخر. در 72 سالگی بی‌پروایی‌های 17 سالگی را دارد. بیدار و دلاغاه، تیز هوش و نکته بین و نکته سنج است. پیر مرد دلش برای خانه دروس، حیات و باغچه و دفترش تنگ شده و ساعتهای سختی را در خیال خانه بوشهر و زادگاهش می گذراند. چونان همه ما و چرا بر نمی گردد. از مرگ نمی ترسد. اما یک نوع وحشت از ناشناخته ها در همه اوقات با اوست. از اینکه تنها بماند. از اینکه در جایی باشد که راه بیرون رفتن از آن را ندارد. از اینکه آوار بر سرش فرود آید. از اینکه نفسش تنگی کند. از همه اینها وحشت دارد. میگوید زندان بد است. جایی که آدم نتواند اختیار حرکت و رفتارش را داشته باشد. شعر بنی آدم از یک پیکرند را که میخواند اشک میریزد و بر جهان بی‌ترحم نفرین میفرستد. شیفته آزادی و عدالت است. این را در جانش دارد. با همه دیکتاتورها در جنگ است. با حرارت یک جوان انقلابی فریاد میزند من تمام عمرم با ظلم و ستم جنگیدم و در ستایش آزادی نوشتم. آزادی جوهر من است. و بعد سکوت میکند. ممنون از شما عزیزان که در کانال هدهد با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم.